در ارتباط با موضوعاتی که قبلا صحبت کردیم اطلاع خاصی ندارم، به اصطلاح خالی و ذهن هستم از موضوعات قبلی، اما در ارتباط با بحثی که قرار در خدمتون باشم، ابتداعا ما چهار محور داریم. محورها رو از قبل خدمتون عرض میکنم که بدونیم به چه سمتی میخواییم جلسه رو بزنیم. یه بحث انگیزشی داریم که من جزء محورها نمیذارم، چون توی هر محوری ممکنه این بحث انگیزشی حضور داشته باشه. یه محور آشنایی با مشاوره است، یه محور میره توی اختلالات که خودش سه محور میشه: اختلالات یادگیری، اختلالات رفتاری و اختلالات هیجانی. حتما با آداب پژوهش و تحقیق آشنا هستیم. من میخوام به شکل یک مقاله، منتها مقاله شفاهی و یکم گسترده تر بخش انگیزشیش صحبت کنم. اولا ضرورت مشاوره چیه؟ اصلا مشاوره چه جایگاهی داره؟ بود و نبودش آیا واقعا ضرورت داره؟ میدونید میگن اهمیت مسئله، بیان مسئله، نمیدونم ضرورت مسئله. ما میخوایم اول مشاوره رو به عنوان یک موضوع بیان کنیم، بعد اهمیت و ضرورت رو بگیم تا جایگاهش مشخص بشه. بعد سه محور اصلی که امروز مشاوران با اون مخصوصا در مقاطع مختلف تحصیلی یا اگه خالی از مقاطع مختلف تحصیلی بشیم، به عنوان یک والد توی خونه یا به عنوان یک شهروند توی شهر بایستی از اون استفاده کنیم، به تشریح اون میپردازیم. من از بحث انگیزشی شروع میکنم. نگاه کنید، اگه الان دنیا خالی بود و در تمام دنیا فقط یه نفر زندگی میکرد و اون یه نفر من بودم، مثل رابینسون کروزوه روزی که توی اون جزیره افتادم، اصلا لازم نیست به کسی دروغ بگم، چون دروغگویی ضرورتی نداره اونجا. لازم نیست املاک اونجا رو ثبت کنم، لازم نیست کلا سر کسی بذارم یا دزدی بکنم. تمام اخلاقیاتی که من بایستی داشته باشم دارم، چون تنها زندگی میکنم. اما ما میدونیم آدم اجتماعی خلق شده و اگه دیگران نباشن نمیتونه زندگی بکنه. توانایی های نامحدود انسان نمیتونه، هرچند ما توانایی بسیار نامحدودی داریم، یعنی توانایی یک انسان از یک مار بسیار بیشتره. یک مار میتونه تنها زندگی کنه، از جامعهش جدا باشه، صبر کنه، اصلا صبرم نفهمه و راحت زندگی کنه. اما یک انسان با وجودی که توانایی‌هاش از فیل، از مار، از پرستو، از همه موجودات دیگه بیشتره، نمیتونه تنها زندگی کنه. چرا؟ چون نیازهای بسیار بیشتری داره. اینقدر ما نیازهامون زیاده، مار یه نیازش چیه؟ یه حشره باشه بخوره و گرما بود زنده، سرما بود به خواب زمستانی بیده، همین دیگه. ولی ببینید نیازهای ما چقدر پیچیده است. چون این نیازها بسیار زیادن، ما همدم میخواییم، هم صحبت میخواییم. یکی از مهمترین نیازهای بشر هم کلام داشتنه. یعنی ما فکر میکنیم غذا مهمه، فکر میکنیم مثلا مسکن مهمه، امنیت مهمه. اینها نیازهای کمبود بشره، یعنی آدم کمبود داشته باشه به دنبال اینا میره. ولی وقتی که تأمین باشه، غذا داشته باشه، اگه نباشن مسئله نیست. ولی ما دنبال زیبایی ها هستیم، چون آدم رشد کرد به طرف رشد میره. بنابراین ما یه نفر دیگه میخوایم باهاش زندگی کنیم، نباشه نمیتونیم زندگی کنیم. بعدش اینه، نفر دیگه اومد، اون اخلاقیات نمیدونه. به محض اینکه یه نفر دیگه اومد تو اون جزیره، من باید مواظب باشم 50% بیشتر رو نبره. اگه میتونم اصلا هیچی بهش ندم، کلاس درش بذارم، دروغ بگم، کلک بزنم و اینجاست آفات زندگی بشر شروع میشه. آرامش رو از دست میده. ما دنبال آرامش هستیم. هر جا آرامش داریم لذت میبریم. هر جا آرامش از بین رفت، آدم سرگردان میشه، شروع میکنه به دست و پا زدن. بنابراین برای رسیدن به این آرامش، آدم ها قانون میخوان، اخلاق میخوان، ارزش میخوان و حتی اگه کسی اینو به اونها آموزش نده، خودشون یاد میگیرن. مثلا فرض کنین در اون جامعه و در اون جزیره الان سه نفر زندگی میکنن، من و دو نفر دیگه، هر کدومتون داوطلبین یکی از اون نفرات باشین. ما یاد گرفتیم هر چی رو برداریم مال خودمونه، مثل بچه های خودسال هست، 3 سال هر چی برمیدارن فکر میکنن مال خودشونه، دیگه پس نمیدن. من اونجا هر چی رو بردارم مال خودم.
اموال شما رو که آماده کردین برمیدارم میشه مال من. شما هم چون به این نتیجه رسیدین میرین اموال دیگر رو برمیدارین. اسمش هم دزدیه ولی هنوز اسمش رو بلد نیستیم. همه میریم دزدی، من میرم از ایشون دزدی میکنم، ایشون هم میره از ایشون، این هم رفته جای دیگه دزدی. سه نفر میچرخیم فقط چیزی رو که داریم که الان دزدیدیم. اگه کنارش وای نسم برم دزدی بعدی تا برمیگردم دیگری برده. اینقدر این دور باطل تکرار میشه من خسته میشم. به این نتیجه میرسم اگه بشینم اموال خودم رو بگیرم دیگه کسی اونو نمیدزده. این خستگی هم دیگه به وجود نمیاد. میشینم. دوستای دیگه من به همین نتیجه میرسم تو این جزیره. ولی یه اشکال داره. اگه بشینیم از گرسنگی میمیریم. بالاخره بایستی بیایم بیرون دنبال نیازهای مادی. ولی نکنه من برم دیگران بیان دزدی. مجبور میشیم همدیگر رو پیدا کنیم یه قول بدیم. آقا کسی وسیله دیگری رو برداره. قانون دزدی ممنوع نوشته میشه. همه قانون های دیگر هم همینجوری بشر بهش رسیده. کجا توی کدوم کتاب نوشتین؟ کدوم کتاب مقدس گفته رنگ سبز رنگ عبور و رنگ قرمز رنگ ایستادن؟ به این نتیجه رسیدیم پشت رنگ قرمز وایسیم چهارراه خلوت میشه. تصادف به وجود نمیاد. به آرامش برسیم. بنابراین میبینیم ما از روی نیاز به این نتایج رسیدیم. ولی ببینید گاف ها هم، پرستوها هم، گنجشکا هم، مرخا هم مثل ما نیازهایی دارن. ما وارث 84 میلیارد آدم تجربه هستیم. یعنی قبل از ما 84 میلیارد آدم زندگی کردن روی این زمین مردن. همین قدر هم گاف زندگی کرده مرد. پرستو هم زندگی کرده مرد. ما تونستیم دانش و تجربه همونو به بچه همون انتقال بدیم، مردیم اما دانش رو انتقال دادیم. مرخا انتقال ندادن، هنوز هم مثل اجدادشون تخم میذارن، پرشون رو در میاریم، پوستشون رو میگیریم، گوششون رو میخوریم. گاف هم به همیشه چون نتونستن دانششون رو چه به شکل مشاوره چه به شکل آموزشی انتقال بدن، چون نتونستن از زبان برای خلاصه کردن دنیا استفاده کنن. ما داریم دنیا رو خلاصه میکنیم. اینقدر خلاصه به دنیا میگیم دهکده. خیلی تکبر آدم به این دنیای بزرگ بگه دهکده. ولی واقعا دهکده است. چون من تو دهات زندگی کردم میشه. دهات به جایی میگن. از این ور آبادی، اون ور آبادی که رو میخوای میتونی داد بزنی پاسخ بده. میتونی از تو حیات تمام دشت رو نگاه کنی. از تو خونت بزنی به دیوار پشت خونه ای رو صدا بزنی. روستایی. دو محل است. ما هم الان این کار رو میکنیم. از همین اتاق میتونید هر نقطه از دنیا رو با موبایلتون صدا بزنید. توی خونتون با یک ماهواره میتونید تمام دنیا رو نگاه کنید. دنیا رو کوچیک کردید. اینقدر کوچیک آدم نخستینی که 84 میلیاردمین آدم آخر بود برای رفتن از اینجا تا تهران 20 روز پای پیاده میرم دایناسور هم خطر بود بخورنش. الان سوار هواپیما میشه اجدادش که من و شما هستیم 45 درجه میگیره. دنیا رو خلاصه کردیم. راپلا رو نمیایم پایین با آیفون باز میکنیم. و تمام تجربه بشر رو دیگه لازم نیست تکرار کنیم. چون آزموده را آزمودن خطاست. و کار مشاوره اینه نذارن بچه ها تجربه های آدم های گذشته رو تکرار کنیم. با دو کلمه بهشون میگیم. ما مشاوران کسایی هستیم تمدن بشر رو در دو کلمه به اجدادمون میگیم که این همه بدبختی رو تکرار نکنن. ما میتونیم اگه غذای خوشمزه خطری سهمگین در راهمون باشه به اجدادمون بگن تکرار نکنن. ولی یک گاو وقتی علف خوشمزه ای رو میبینه یا گرگ درنده ای رو نمیتونه به برادرش یا خواهرش بگه نرو گرفتار شد. و این تفاوت اصلی است. درست مشاوره فقط حرف. ولی 84 میلیارد تجربه رو مگه غیر از حرف بود انتقال داد؟ علوم انسانی مگه برای این نیست انسان ها علوم فیزیکی رو به هم دیگه انتقال بدن، راه گفتنش رو یاد بگیرن؟ بنابراین در علوم انسانی مشاوره جاییه که سخن رو به بهترین، شیواترین، آسونترین، کم قدرتترین شیوه به دیگران انتقال میده. میخوام بدونید چرا گفتم کم قدرتترین؟ چون مشاوره حاکم شرع نیستن که قدرت داشته باشن بگن اعدام کن اعدام میشه. قاضی نیستن قضاوت کنن بین دیگران. یه نکته رو اینجا میگم بعدن به بحث بعدی برمیگردیم. قاضی ها جمله قشنگی میگن، البته ما قصد توهین نداریم، ولی یک نکته است جالبه. میگن قاضی نادانیست بین دو دانا.
من و شما دعوا کردیم، هر دوتامون هم میدونیم سر چی دعوا کردیم، میدونیم کیم شروع کننده بود کیم مقصر بود، دوتا خوب میدونیم، میریم پیش قاضی چون اون نمیدونه. شاید تونستیم مخش رو زدیم به نفع ما رأی رو صادر کرد. اگه ما آدم بودیم اصلا پیش قاضی نمیرفتیم، حل بود مسئله. ولی مشاور آگاهیست در دسترس ناآگاه. خیلی فرق داره. ببینید شغل مشاور چجوری، شغل قاضی چجوری. اون کسی که خودش نمیتونه مسئله‌شو حل کنه دنبال یکی به مثل شما هم گرد، میگه این آگاه‌تره میتونه به من کنه. فقط فرقش اینه ما از شیوه دستوری استفاده نمی‌کنیم. نمیگیم این کارو بکن. میگیم اینم یک راه حله که خودش انتخاب کنه، خودش تصمیم میگیره و مسئولیت تصمیمشو خودش به عهده بگیره. ما اطلاعاتو میدیم، تصمیم گیری نمی کنیم که بعداً مسئولیت تصمیم هم به عهده ما باشه. ما حاکم شر نیستیم، چون خیلی ها گناهایی که کردن جرأت ندارن به حاکم شر بگن، انکار میکنن. ما جایی هستیم که اعتراف اونجا رخ میده. افراد میان اونجا اعتراف میکنن، میگن این جرم رو دارم، وسوسه میشم جرم بعدی رو انجام بدم. چه کار کنم که اونی که جرم انجام ندم، یا اگه انجام دادم کمترین آسیب رو ببینم؟ شعار زندگی غیر از این چهار شعار نیست. مشاوره اینو بدونه، طوری زندگی کنیم نه به خودمون آسیب برسونیم، نه به دیگران، نه به اموال خودمون، نه به اموال دیگران. این اخلاق جهانی. شما هر دینی که ادعا میکنه میگه میخوام آدمو خوشبخت کنم، برید رگیابی بکنید، تحلیل کنید شعارشون، همین چهار کلمه است. زندگی به گونه ای که به اموال دیگران، به اموال خودم، به زندگی دیگران و به زندگی خودم آسیبی نرسونم. این چهار کلمه رو اگه 4 تا 25 صدم بکنیم، هر کدومشون نقص شد، همونقدر زندگی یک آدم اشتباه است. آدمی که هر حرفی رو بهش میگه توهین میکنن، تحقیرش میکنن، تمسخرش میکنن، چیزی نمیگه، همه میگن عجب آدم صبور قدرتمندی بود، عجب خیشتندار بود، هیچی نگفت، به دیگری آسیب نرسونده، به اموال دیگری، به اموال خودش، ولی خیال میکنه به خودش آسیب نرسونده. شب تیک داره، راه میره، شب ادراری داره، هزیان میگه تو خواب، حتما به خودش آسیب رسونده. چون اگه ما مهارت مقابله با استرس و هیجان داشته باشیم عصبی نمیشیم، ولی میتونیم با افراد عصبانی در موقعی که لازمه عصبانیتشون فروکش کنه چجوری صحبت کنیم. من الان به یکی از محورهای اصلی مشاوره میخوام برم. دقت کنید، آدم ها معجونی هستن از دو مقوله، IQ EQ. حتما با مسئله IQ آشنا هستین، همون هوش و به اصطلاح بهرهوشی و هوشبهر رو نمیدونم توانایی های عقلی و اینا اسمش. یه بخشیش هم EQه، هیجانات بشری. ما بیشتر از این که آدم باشیم به معنای عاقل، آدمیم به معنای احساس. میخوام یه مثال بزنم بعد برم سراغ مطلب. تصور کنید یه روزی اومدین بیرون. حالا قبل از این یه نکته بگم، دوتا رو از هر کدوم از شما بپرسن فورا منطقا، چون منطق همون حساب دیجیتاله، عددیه، دقیق، 2 و 2 میشه 4. هر کس هم بگه 3، هممون میدونیم اشتباه گفت. 5 هم بگه غلط. ولی اگه یه معشوق از عاشقش بپرسه دوتا، میگه هرچی تو بگی. به نظر شما غلط پاسخ داده؟ کاملا پاسخ درستی رو داده. انسان ها در یک شبانه روز 20% شبانه روزشون با EQ زندگی میکنن و 80% شبانه روزشون با EQ یا هوش هیجانی زندگی میکنن، که مشاوره این EQ رو بیشتر کار دارن. حالا فرق این دوتا چیه؟ IQ رو آموزش نمیشه داد. یعنی شما نمیتونید تمام روانشناسان زبردست دنیا رو جمع کنید، یک عقب‌مانده ذهنی رو به یک آدم عادی تبدیل کنید یا یک آدم عادی رو نابغه بکنید، چون هوش قابل آموزش نیست. تا حالا کشف نکردیم قابل آموزش باشه، خدا کنه فردا بتونیم کشف کنیم، چون اون موقع همه ما مثل انشتین باهوش میشیم، ولی متاسفانه تا حالا کشف نشد. اما EQ رو میشه آموزش داد و ما 80% شبان روز با EQ زندگی میکنیم و کسایی که متولی آموزش این قضیه هستن مشاوره هست. یعنی میتونیم 80% شبان روز آدم ها رو زیبا کنیم. پس این ضرورت مسئله و اهمیت مسئله مشاوره.
حالا من یه مثال میزنم. شما یه روز سوار یه تاکسی هستین، راننده تاکسی وقتی سوار میشین میگه ای چرا در اینجوری بستی و چند تا کلمه بستی. شما میگین حواسم نبود ببخشید. خلاصه وقتی پیاده شدید 50 تومن رو میدید، در رو آلول میبندید و میرید، چون دیگه میخواییم بیشتر از این آسیب نبینید، نه اموالمون، نه اموال خودتون، نه اون آدم، نه خودتون. پایین تر اون آدم یه تصادف میکنه، یه بچه رو زیر میگیره، شما نگاه میکنید ولش کن حقش کن، بینید سراغ کار، چون شما کارمندین، روزی 10,000 تومن حقوق بهتون میدن، اگه وایسین بد میشه. روز بعد سوار یه تاکسی دیگه میشین یا آقا معلم سلام، یا میگه همسایه چطوری، یا میگه همشهری، یا میگه خوش اومدین، وقتی هم کنار میگه نمیگیرم، شما معلم مدرسه برادرم هستی، بابا من از شما کنار میگیرم، مگه شما همسایه ما نیستین؟ یه دلیلی میاره که کنار از شما نگیره، 50 تومن نمیگیره. یه قدم پایین تر یه بچه رو زیر بود و شما قرار سر کار بریم، 10,000 تومن حقوقتونه و اگر نریم مدیر غیبت میزنه، 10,000 تومن رو از دست میدیم. حالا عاقلانه حساب کنیم، 50 تومن کرایه از تون نگرفتن، 10,000 تومن، 9,950 تومن ضرر میکنم وایس. ولی وای میسیم یا میدیم؟ اگر آدم باشیم وای میسیم، ولی اگر عاقل باشیم وای نمیسیم. پس ما آدم میخواییم و آدم یعنی هوش هیجان داشته باشه، یعنی احساس داشته باشه، یعنی عاطفه داشته باشه. و اینو مشاوره آموزش میده، چون معلم ریاضی منطق ریاضی رو آموزش میده که با اون باید نمیخوایم عقل و زیر سوال ببریم. من اگه عاقل نبودم نمیتونستم این جمله رو به شما بگم. بایستی عاقل باشیم که بتونیم هیجاناتمون رو ابراز کنیم. ولی میشه، عقل رو نمیشه آموزش داد ولی هیجان میشه آموزش داد. نگاه کنید، شما ببخشید یه لحظه، شما رو میدیم باشید لطفا. خب بیایید اینجا نگاه کنید، بیایید اینجا چیکار میکنید؟ نمیاد. مگه من نگفتم بیاد؟ خب چون ما دو تا زبان، بفرمایید خواهش میکنم، ما دو تا زبان داریم، یکی زبان تن و یکی زبان کلامی. کلامو با عقل یاد میگیم ولی زبان تنو با هیجانات میبرد. ایشون مطمئن دست من صادق تر از زبان من، چون دستم میگه نه یا ولی زبانم میگه بیاد. وقتی هم الان مردد بین دو تصمیم، یکیشون گرایش، یکیشون پرهیزه، کدوم انتخاب کرد؟ اونی که بیشتر اطمینان بهش داره. ما اگه نشان بدیم به افراد زبان تن رو بخونن، زبان چهره رو بخونن، عواطف رو درک کنن، زندگیشون خیلی راحت معنادار میشه. به یکی طعنه میزنی میخنده، چرا؟ چون طعنه رو نفهمی. اگه میفهمی طعنه است نمیخنده، جوک میگی خندش نمیاد، چون نمیفهمه جوک. یکی عصبانیه، چهرش برافروخته است، قسم میخوره میگه من عصبانی نیست. خب شما میگید عصبانیه یعنی این چهرش میگه عصبانی، هی دهنش میگه عصبانی نیست. و زبان هیجانات رو امروز گذاشتن مهارت های زندگی. ما برای زندگی کردن مهارت میخوایم، نه سواد. خیلی با سواد ها بلد نیستن زندگی کنن، خیلی بی سواد ها از ما بهتر زندگی میکنن، چون مهارت زندگی کردن رو یاد گرفتن. و مشاوره اگه زندگی رو به ما نشون ندن، میخوان چی رو به ما نشون بده؟ ریاضی رو معلم ریاضی تدریس کنه، علوم رو معلم علوم تدریس کنه، اونها هم میتونن زندگی رو به ما در درس علوم، در درس علوم اینقدر به من صبر نشون بدن که وایسم آبو بذارم توی یخچال در دمای 0 درجه یخ بزنه. اگه اینقدر صبر رو به من آموزش نده، آبو بذارم فوراً میخوام ببینم یخ زده، اصلا هیچ نتیجه از علم نمیگیرم. بنابراین به یکی از محورهای دیگه میرم، زیر محورن، اینا محور نیستن. ایژوکیشن چیه؟ تعلیم و تربیت چیه؟ از اون روزی که کلمه تعلیم و تربیت به غلط به عنوان آموزش و پرورش، تعلیم و تربیت ترجمه شد، ایژوکیشن اروپایی اول نگفتن، ما اول گفتیم تعلیم و تربیت. ولی از اون روزی که تعلیم و تربیت رو کردن دو بخش، تعلیم کار مدرسه است، تربیت رو راه. ما آدم ها الان 4 شعار هست در دنیای امروز که تمام دنیا حول اون 4 محور دارن زندگی میکنن، و من چون افتخار اون کلمات رو در ادبیات خودمون داریم، با زبان خودمون بیان میکنم. خندن با زنین، زنین با کردن نافع با دوای مردن، علم درختن، عمل سمرن، علمی به عمل باقی ببرن. ما مستا مولوی شاعر
کرمانشاهی خودمونه، مال استان کرمانشاه، اینو گفته. الان سردر سازمان ملل که شعار دیگه سعدی شیرازی روی اونه، بنی آدم اعضای دیگرن که در آفرینش دیگر گوهرن، چه عضوی به درد آورد روزگار دیگر عضوها را نماند. این فقط احساسه، عقل نیست هم. چون اگه عقل باشه این ثروتمندا وایسی الان هیچ کدومشون شب خوابشون نبره، چون مردم بدبختن میگن اینا پول دارن دیگه. اینا میگن من پول دارم به دیگران چه ربطی دارم، پولم مال خودم. ولی اونایی که احساس دارن پولاشون رو نمیتونن به خودم نگه دارن. ببینید جداست. پس سازمان ملل بر مبنای احساس نه بر مبنای عقل تشکیل شده، ولی این احساس عقلیه، عقل میتونه اونو بپذیره. الان شعار جدید یونسکو میگه خواندن برای دانستن. ما میخوایم بدونیم، یادگیری برای دانستن. الان اون بیرون یک کسی داد بزنه همه تون پا میشین میخوایم ببینیم چیه. چرا؟ چون آدم نمیتونه ندونه. ولی ما بد کردیم، دونستن رو برای جایزه ده، جایزه ها رو گذاشتیم. یاد بگیر تو سرم تا دو چرخه بیاد. مگه ما وقتی زبان یاد میگرفتیم چی بهمون یاد میدادن؟ مگه راه رفتن یاد گرفتیم چه جایزه ای به ما دادن؟ مهمترین یادگیری های ما یادگیری دیدن، شنیدن، راه رفتن، حرف زدن، غذا خوردن، کدومشون رو ما جایزه گرفتیم؟ مثلا راه رفتن رو میدونیم چقدر بدبختانه یاد گرفتیم. برای هر بار راه رفتن 10 بار افتادیم. یعنی اگه بعد از رفتار پیامده بد باعث بشه آدم رفتارش رو تکرار نکنه، باید هیچ کدوم از ما راه نمیره. ولی آدم میخواد یاد بگیره به هر قیمتی شده. برای چی یاد بگیریم؟ برای اینکه مثل گوسفندا هنوز پوستمون رو در نیارن، چون دایناسورها ما رو تو سوراخ‌ها در می‌آوردن می‌خوردن. ولی برای اینکه ما اونها رو تسخیر کنیم، برای اینکه فیل‌های ماموت رو بگیریم، برای اینکه آهن رو از زیر زمین در بیاریم سوارش بشیم. یادگیری برای دانستن، دانستن برای زندگی کردن. چی از زندگی کردن مهم‌تره؟ کدوم بخش این دنیا به اندازه زندگی شما مهمه؟ شما اصلا منو پشیزی حساب نکنید، من خودم رو نگاه کنید. تمام دنیا رو بهم بدن حاضر نیستم کسی جونمو بگیره. پس من به اندازه تمام دنیا برای خودم ارزش دارم. کدومتون حاضرین هر دو چشمتون 1 میلیارد بدین من در بیارم؟ پس شما هم حداقل 1 میلیارد می‌ارزید. من کم حساب کردم. تمام دنیا رو بهتون بدن چشماتون رو نمی‌بینید. پس هر کدومتون فقط چشماتون دنیا می‌ارزید. من اینقدر ارزش دارم. پس هر چی یاد می‌گیرم اگه در زندگیم اثر نداشته باشه به درد نمیخواد. یادگیری برای دانستن، دانستن برای زندگی کردن. با کی؟ مگه آدم میتونه تنها زندگی کنه؟ نه، با دیگران بایستی زندگی کنیم. چون من درست معلمم ولی بچه‌م بایستی شما بهش دست بدید. خودم نمیتونم. نیازهام زیاده. یاد بگیریم با دیگران زندگی کنیم. با دیگران چجوری زندگی کنیم؟ کلاه سرشون بزنیم، کلاه سرمون بزنن. از ترسشون شب نخوابیم، قفل رو درمون بزنیم. نه. با دیگران بهتر زندگی کنیم. اینقدر بهتر. اگه الان طلافروشی کرمانشاه قفل و کلید نداشته باشه و پاسبان و حکومت هم اونجا نباشن، شما از اونجا رد بشین دستتون کج میشه. اگه همه مثل شما باشن، پلیسا شغلشون کاذب میشه، قاضی ها شغلشون کاذب میشه، الان سیگار فروش ها شغلشون کاذب میشه. بنابراین یاد بگیریم با دیگران بهتر زندگی کنیم. و این ممکن نیست مگر دوباره حضور مشاوره در مدرسه پررنگ بشه و اون کلمه دیگه که فراموش شده، آدم ها رو تربیت کنیم برای آدم بودن. ما آدم میخواییم نه با سواد. با سواد مدرسه مگه چند نفرن؟ شاگرد اول ها هستن، شاگرد اول علوم تجربی و ریاضی و فیزیک و فلان. این شاگرد اولات چقدر با شما دوستن؟ کدومشون میاد خونتون بخونه؟ کدومشون میریم؟ شاگرد اول متخصص پزشکی، اون یکی مال مخازن نفت، این یکی هم حقوق دمه. خدا کنه کارتون به هیچ کدومشون نیفته. کی دوست داره هر روز دمه مطب پزشکی باشه؟ کی دوست داره هر روز دمه دادگاه باشه؟ شغلشون ارزشمنده، ولی میخوام نگاه کنیم ما با اونها خیلی کم کار داریم. با شاگرد متوسطا غالبا اونایی که ترک تحصیل میکنن بیشتر کار داریم. راننده تاکسی اونان، همسایه اونان، خدای نخواسته گردنگیرا اونان، دعوا کنندگان اونان، همکلاسی بچه‌هاتون اونان، همکار مدرسه تون شاگرد متوسط و شاگرد اول ممکنه باشن. ما 90% شبانه روزمون رو با اینها زندگی میکنیم، نه با شاگرد اول. حیف نیست مدرسه همش انرژیش برای اینا باشه. تازه شاگرد اول میدونن چجوری تربیت میشن. شاگرد اول یا باید استعدادش از بقیه بیشتر باشه یا یه جوری بقیه رو عقب بزنه. اگه شاگرد دومیه نتونست شاگرد اول رو عقب بزنه، یه راهی داره. خدا خدا کنه شاگرد اول بمیره، این میشه شاگرد اول.
شاگرد دوم باید آرزو کنه شاگرد سومیه آرزو کنه دو نفر ببینه، شاگرد سومی آرزو کنه چهار نفر ببینه، به همه شکل الاخر. چون در رقابت ساخته شدن خلقشون میشه دیگه، عادت میکنن. وقتی هم پزشک میشن بزرگ میشن، هر کدومشون تربیت شده دو روز از پزشکیشو در راه خدا از یک ماه میده. به داروخانه میگه یه روز داروهایی که میفروشی به مستمندان پولشو از من بگیر، چون من یه عمل جراحی 500,000 تومن میگیرم. اونی که تربیت شده از مشاوره انسانی برخوردار شده، نه از محاسبات عقلی و ریاضی و منطق، عواطفشو درگیر کردیم. و بنابراین ما لازمه نقش خودمونو خیلی ارزشمندتر نگاه کنیم. اینقدر ارزشمندتر اگر مشاوره نباشه آدم ها زندگی نمی کنه. اصلا آدم ها رو ول کنید، تعلیم و تربیت رو تعطیل کنید. فرض کنید همه تون بیسوادید امروز، فردا قرار باباتون رو ببرین بیمارستان بقیت الله تهران، آدرس هم بلد نیست، به چه امیدی سوار ماشین میشی؟ به امید اینکه همه مردم آماده مشاوره دادنه. از راننده میپرسی کجا پیاده شم، میگه اینجا. بلد بود میگه اینجا، بلد نبود نمیگه. میریم بیمارستان، بیمارم بستری میکنیم، درمانم میکنیم، برمیگردونیم، هیچی هم بلد نبودیم، چون میدونیم دیگرانی که چیزی در مغزشون دارن آمدن به ما بگیم. همه آدرسا رو مگه اینجوری پیدا نمیکنیم؟ چرا ما مشاوره رو از بین بردیم تو مدرسه؟ چون اگه شاگرد اولی اون چیزی که بلده به شاگرد دومی بگه، خب اونم شاگرد اول میشه، بد میشه. ما رقابت رو گذاشتیم جای همکاری، هممون نیازهامون رو برطرف کردیم، نیازهای کاذبمون رو، نیازهای واقعیمون رو فراموش کردیم. من آیا نیازمندم به داشتن یک بنز؟ آیا نیازمندم به داشتن یک آپارتمان؟ اگه آپارتمان نباشه مگه نمیشه تو خونه کوچیک زندگی کرد؟ اگه بنز نباشه مگه نمیشه با آپار راه رفت؟ اگر تنگ بلورین نباشه مگه نمیشه با کف دست آب خورد؟ ولی اگه امروز برم خونه همسرم اخم بکنه فروش بده، آیا میشه تو خونه زندگی کرد؟ من نیازمند محبت همسرم هستم، از بنز و از طلا و از همه اینا ارزشمندتره. نیازمند محبت و همکاری همسایم هستم، نه نیازمنده ای که خونم بقالی باشه. همون خونمون بقالی شده، اینقدر بشقاب داریم، اینقدر قاشق داریم، اینقدر نفت داریم، اینقدر بخاری داریم که اگه یه لشکر بیاد تو خونمون همشون را میندازیم که به این همسایه نگیم کمک کن. بابا کاش روستا میشدیم. دروغی دهکده جهانی شدیم، حقیقت نداره. تو دهکده اگه یکی تراکتور داشته باشه بقیه نمیخرن، میگن این برای هممون بسه. اگه یکی یه الاغ داشته باشه اون یکی گاو میخره، میگه اونم با گاو من شخ میزنه، منم با الاغ اون بار میبرم. برای همین همشون خوشبختن، همشون راضین. به قول ما همشون بی کلاسن، ولی اونا میگن همه ما بی عقل. اصلا بی عقل نمیگن، همشون بی احساسن، بی عاطفن. چون توی این کرمانشاه وقتی ماشین به کسی میزنه، حالا کرمانشاه رو نمیگه، من تهران رو میگم. من اونجا زندگی میکردم، یه روز یه آدم رو دیدم قلب پاش از گوشت اومده بود بیرون، ماشین زده بود تو موتور، پاش شکسته بود. کسی وای نمیستاد بهش کمک کنه. چرا؟ خب طبیعیه، وایستی وای نستیم. من وایستم چیکار کنم؟ وایستم امشب وایستی تو هتل بخوابم، کارام را نمیفته، یه روز دیگه جا میمونم، غذا و خوراک و اینها، چرا وایستم؟ تهران شهری که 8 میلیون جمعیت داره، در شب و در روز 12 میلیون نفر، 4 میلیون آدم عجله ای اومدن تو این شهر، کاراشون انجام ندن برگردن. اون 8 میلیون 4 میلیونشون دارن اینا رو جابجا میکنن، وایسن پول در نمیاد. کی حوصله داره وایسه این آدم پاشکسته رو ببره بیمارستان؟ ولی اگه تو روستا بشنون یکی مریض شده، همه میگن بریم خداشو کشاورزیشو جمع کنیم، این خودش دستش نمیرسه، فردا زمستان آزوخو خرج داره. نمیدونم این یکی عاقلانه است یا اون یکی، این یکی رو آدم احتیاج داره یا اون یکی. پس ما برای آدم بودن به ایکیو میریم و مهارت های زندگی، محور اصلی مشاوره. ما بایستی اشکال نداره بحث من یکم درازا داشته باشیم، چون دیگه دستم به مشاوره دیگه نمیرسه، الان داغ کردم، تنور آماده است، بایستی نان و فرم. خب دقت انشاءالله ادامه میدیم. خب دقت بفرمایید، ما انسان ها اختلافات زیادی داریم با هم دیگه. الان من اختلاف زبان دارم با شما، اختلاف فرهنگ دارم، اختلاف سلیقه دارم، اصلا که شماره کفشان با شما فرق میکنه.
اونا رو دیگه کم ارزش کنید. راستی اگه کفشای همون 44 بود، کفش روشای بدبخت باید چیکار میگه؟ خوبه پامون فرق داره، کسی هم ما رو تربیت نکرده بود پامون فرق بکنه. من مادرم یادم نمیاد یه لقمه داده باشه بگه پا 41 نباشه 42 باشه، خودش 42 شد. عقلم هم خودش اینجوری شد، قیافم هم خودش اینجوری شد، دست خودم نبود. اگه دست خودم بود یه جوری دیگه درستش میکرد. ما اختلاف داریم، اینقدر اختلاف داریم که بدیهیه. هی معلم ها میگن تفاوتهای فردی، تفاوتهای فردی. نمیخواد بگید بگم هممون کدومون مثل بقیه هستیم، نه رنگ لباسمون، نه کفشمون، نه عقلمون، نه قیافمون فرق داریم. هنر اینه که بتونیم از این تفاوت ها استفاده کنیم. تفاوت های فردی نه یعنی وجود داره، یعنی چجوری میشه ازش استفاده کرد. یه معلم میاد سر کلاس منحنی زنگوله ای رو تجسم کنید، بله وجود داره. یه گروهی پایین هستن، یه گروهی بالا، یه گروهی متوسط. این معلم اگه بخوابه سر کلاس 6 ماه دیگه هم بیاین از کلاس امتحان بگیرین، یه گروهی پایینن، یه گروهی متوسط، یه گروهی بالا، چون هیچ کاری نکرده این معلم. اگه هیچ کاری نکنی منحنی زنگوله همیشه زنگوله ایه. اگه کار بکنی منحنی زنگوله ازش باید شکلش عوض بشه، اینجوری باقی نمونه. و اینجاست ما میریم سراغ مهارت‌های زندگی. من 10 مهارت پایه رو میگم نمیتونم توضیح بدم، ولی مشاوره باید اینا رو آموزش بده. خودآگاهی، کسی که میخواد خدا رو بشناسه اول خودش رو بشناسه. توانایی‌ها چیه، ناتوانایی‌ها چیه. من سر این ارزش دارم که مثل شما نیستم. اگه من مثل شما میبودم من بی‌ارزش بودم، همونطوری که شما بی‌ارزش میشدید. چرا؟ ببینید ارزشمندترین عنصر طبیعت که اگه نباشه یه دقیقه دیگه هممون تخت شدیم چیه؟ خب چرا یکی پلاستیک ذخیره نمی کنه؟ چرا یکی یک کپسول اکسیژن تو خونتون نگه نمی داره؟ چرا یکی 4 تا تانکر اکسیژن تو خونه نگه نمی داره؟ نمی دونید اگه تموم بشه می میرید؟ خب چون خیلی زیاده ارزش نداره، اصلا به فکرش نیستیم. کی به فکر اینه که یه تانکر اکسیژن نگه داره؟ هیچ. در حالی که اگه آب تموم بشه ما 2 هفته دوام میاریم، ولی یه تانکر رو آب خونمونه، چون آب کمتر ارزشش. چرا طلاهامون رو محکم تو گاز صندوق هم نگه میداریم؟ مگه طلا نباشه چی میشه؟ گیرم مثلا طلا تموم میشه چی میشه؟ هیچ. اکسیژن تموم میشه الان میبینیم. الان تمام طلا توی خونه شما رو بدزن چی میشه؟ هیچی میشه. یکم ناراحت میشیم ولی نمیبینیم. اصلا چه چیزی هست از طلا ساخته شده باشه اگه طلا نباشه؟ طلا از وسیله داد و ستد ارزش پیدا کرده. اگه داد و ستد باش انجام نمیشد چه چیزی بود که اگه طلا نمی بود زندگی ما رو مختل میکرد؟ هیچ. فقط به خاطر کمیاب بودنش اینقدر عزیز شده. سنگ های پراوبیستون رو کیلوی چند میخواییم بیارم براتون؟ هیچ عاقلی از اون سنگ ها کیلوی نمیخواد، چون زیاده. اگه همه شما مثل من بشین زیاد میشین. هیچ عاقلی منو کیلوی یه تومنم نمیخواد. پس شما باید مثل من نباشید. این یعنی تفاوت فردی. یعنی هرچی من ارزشمندتر باشم یعنی بیشتر مثل شما نباشم. هرچی بیشتر از شما تفاوت داشته باشم من بیشتر کمیاب میشم و اشیاء کمیاب مثل الماس گرم قیمت ترین اشیاء روی زمین. قیمت خودم هم گفتم تمام دنیا رو بدیم من حاضر نیستم سرمو ببرم. پس من تمام دنیا برای خودم میارم، شما میخواید منو هیچی حساب نکنید. این اولین قدمه و اول فرد بدون خودش ارزشمنده، چون آدم دونست ارزشمنده تن به کار بی ارزش نمیده. شما بیل طلایی دارین تو خونه باش مالات درست کنین، داشته باشین هم مالات باش درست نمیکن، چون حیف سایده میشه. اگه من بدونم چقدر ارزشمندم به سمت بزهکاری ها اون چیزهایی که مشاوره باید جلوشو بگیرن نمیرن. پس مشاوره افراد و ارزشمندشون رو بهشون معرفی کنن، خیلی از اختلالات رفتارشون حذف میشه، بدونن چقدر ارزش دارن. اما خب مشاوره کارشون هم اینه که افراد با هم دوست باشن. من با کی دوست میشم؟ دیدی روی میز غذا برای این بحث من عمدن اونجا رفتم، با کسایی که از اورامانات بودن، هم کلام، هم صحبت، هم فرهنگ، هم لباس و هم خیلی چیزا مشترک. من با اینا راحت میتونم صحبت کنم. الان من دارم کردی فکر میکنم، فارسی میگم. صح. کاش کردی میگفتم کردی هم صحبت میکردم. راحتن. وقتی میخوایم مشاوره ازدواج بدیم، وقتی میخوایم مشاوره تحصیلی بدیم، وقتی فلان فلان، بایستی دنبال اختلافات نریم. ببینید اینا چقدر با هم شباهت داره. هر چه شباهت ها زیاد باشه زندگی راحت‌تره.
ولی مواظب باشن شباهت زیاد اختلاف ها رو فراموش نکنه. اختلاف ها رو امتیاز افراد بدونیم توی خونه. شوهر سواد داره بره کار کنه، همسر صنایع دستی بلده اینو انجام بده. دوتاشون هم هدف مشترکشون خوشبختی هم دیگه است. این به اون، اون به این، این به اموال اون، اون به اموال این، آسیب نرس. این نقطه اشتراک. خب بحث بعدی همدلیه. همدلی رو روی چی درست میکنیم؟ چون خودآگاهی یعنی همدلی. همدلی رو روی اشتراک. همدلی غیر از همصحبتی، غیر از مشاوره است. مشاورها بدونن همدلی یعنی دنیا رو از چشم دیگری نگاه کرد. وقتی من بابام مرده دلم تنگه، شما میگید خب بابا چیه؟ همه باباهاشون میمیره، فقط تو نبودی، بابای ما کجاست؟ بس دیگه اینقدر زار میزنی. من به جای اینکه راحت بشم فشارم دو برابر میشه. چرا؟ یکی اینکه ثابت کنم به شما دردم خیلی سخته، دوم اینکه دارم مقاومت میکنم دو جلوی شما. شما دارین منو نصیحت میکنین. من کی گفتم شما بیاید تو مراسم ختم منو نصیحت کنین؟ نصیحت کردن نیاز میخواد. من نیازمند نصیحت نیستم. الان همدلی یعنی چی؟ یعنی من بابام مرده، گرفتاری هم دارم، شما میگید میدونم بابات مرده، میدونم، منم باید اینجا باشم، ولی اجازه بده من این ماشین تو که تو تصادف تو در مونده برم اونو بیارم، دزدا نرم لختش نکنم، اگه اینجا نبودم نگران نباش، میدونم خودت نمیتونی اون رو انجام بدی، دوستی رو گفتن برای این لحظه، اجازه بده من برم این کارو بکنم. به خدا خوشش میاد، یا خدا رو شکر، عجب دوستایی دارم، عجب شما هم پسندازی کردیم برای روز مبادر. همدلی یعنی خودتون رو از دریچه چشم اون فرد نگاه کنید، نیازهاش چیه اونا رو برآورده کنید، از چی بدش میاد انجام ندید، چی رو دوست داره براش انجام بدید، نه اینکه نصیحتش کنید، مشاورش کنید، توبیخش کنید، تحقیرش کنید، مثال براش بزنید. و همدلی فقط وقتی ممکنه همونقدر که خودمون رو میشناسیم سعی در شناخت دیگران هم داشته باشیم. پدر وقتی میتونه با بچه‌ش همدلی کنه، علاقه بچه‌ش رو بدونه، از چی بدش میاد بدونه، کجا رو دوست داره بره بدونه، و اجازه تصمیم گیری رو به بچه‌ش بده، خودش انتخاب کنه. شما از کجا میدونید من چه غذایی رو دوست دارم، چه سالادی رو دوست دارم؟ امروز بیاید رستوران جمشید با من، اون سالاد اوپن رو اونجا گذاشته بذارید خودم انتخاب کنم. حتما میدونید من از چی خوشم میاد، چون میرم سراغ اونایی که دوست دارم. اگه شما برام تصمیم گیرید نمیدونید من کدومو دوست دارم. و دیگه به بقیه مهارت ها نمیرم. ببینید اینا چقدر جالبه. حل مسئله و تصمیم گیری. ما هر روز مسئله داریم. همین الان شما مسئله دارین، حرف منو گوش کنید یا نکنید، براش بایستی یه تصمیم بگیرید. آدمای خوب اون آدمایی هستند وقتی میدونن بچه‌شون در یک شبانه روز همیشه مشغول حل مسئله است، از پوشیدن کفشش که خیسه یا خاری توشه تا رفتن به مدرسه و دست بلند کردنش، همش مسئله ای که هر کدومشون بایستی تصمیمی براش گرفته بشه. از روز اول در خرید مداد رنگی ها به بچه هاشون پولو میدن خودش انتخاب کنه. چون وقتی اختیار داشتیم مسئولیت معنا پیدا میکنه. من اختیار داشته باشم مسیحی، یهودی یا مسلمان بشم، تا اون موقع مجبور باشم دوزخ یا بهشت برم. جبر بعد از اختیاره. هیچگاه جبر قبل از اختیار نیست. شما اختیار دارید. میرید تهران هواپیما، میرید اتوبوس، میرید تراکتور، میرید پیاده، میرید میل خودتون. ولی وقتی هواپیما رفتید دیگه مجبورید 40,000 تومن بلیط رفت و برگشت بگیرید، بیشتر هم هست. حق ندارید اونجا هم هوس کنید بگید تو این پارک نگه دارم میخوام بستنی میخوام. جبر دیگه. هواپیما اینجوریه. با الاغ هم میرید، جبرش اینه که بایستی 10 روزه بریسید. پس بچه ها رو از همین الان به تصمیم گیری و حل مسئله و مسئول تصمیم خود بودن آگاه کنید. چرا میگیم مشاوره را حل میدن اما دستور نمیدن؟ چون اگه شما بگید این کارو بکن، خودش تصمیم نگرفته، مسئولیتش هم به عهده خودش نیست. من از پشت بلندگو یه شعار بد بدم، بلندگو مقصر یا من؟ من گفتم بلندگوی بیچاره اختیاری نداره، تصمیم گیرنده و گوینده منم. درست بلندگو گفته، نه بلندگو مسئوله، نه بلندگو هم جریمه میشه. بعد از حل مسئله و تصمیم گیری و خودآگاهی و همدلی، مهارت بعدی بچه ها مقابله با استرس و هیجانه. کدوم یک از ما استرس نداریم؟ کدوم یک از ما دچار هیجان نمیشیم؟ کدوم یک از ما استرس بیپولی، نفت تموم شدن، سرما، بچه‌مون زندان بره، نمیدونم تصادف کنه، امروز زلزله نیاد، فردا خرجمون تموم نشه، از شغل برکنار نشیم، اصلا استرس این که امشب مهمون میاد غذا نداریم، روغن تو آشپزخونه نیست،
اینا استرسای کوچیکی هم حواظ ما تحمل میکنیم. این آب وقتی میریزه پر شد، همه ماها یه جوری استرسامون رو خالی میکنیم، یه جوری هم استرس بهمون وارد میشه. اونهایی که افسرده میشن یا پرخاشگری میکنن، اونایی هم که ظرفشون پر شد بلد نیستن خالیش کنن. یه سوراخ اینجا بزنیم این هی پر نمیشه، مگه فشار آب چی بشه؟ زیادتر میشه. سوراخ رو گشادتر کنیم هی پر نمیشه. اونایی که بلدن با استرس مقابله میکنن، نه افسرده میشن نه پرخاشگر میشن. افسردگی و پرخاشگری طبیعیه. انسان پرخاشگر نباشه چجوری میشه میتونه از وطنش دفاع کنه؟ انسان افسرده نشه چجوری شرمگین میشه که بره عذر بیاره، اشتباهش رو تکرار نکنه؟ ولی وقتی بلد نباشیم در مقابل افسردگی وایسی مزمن شد، خودکشی میکنیم. وقتی بلد نباشیم پرخاشگریمون رو مدیریت کنیم، دیگر کشی میکنیم و قتل رو انجام میدیم. اینا رو بایستی با آدمایی که همسایه ما میشن، هم کلاس ما میشن، دوست ما میشن آموزش بدیم. این اختلال هیجان، وقتی نمیتونیم هیجاناتمون رو کنترل کنیم، دچار اختلالات هیجانی میشیم. وقتی نمیتونیم پرخاشگریمون رو کنترل کنیم، دچار اختلال رفتار میشیم. شوخی نیست، همینجور که اختلال هیجان رفتار به وجود نمیاد. مسئله بعدی دوتا مهارت دیگه که بایستی به اونها حتما پرداخته بشه، ما مختصر از روشون رد میشیم، مهارت های تفکر خلاق و تفکر انتقادیه. اگه انسان‌هایی مثل ما از دیروز بهتر زندگی می‌کنیم و جهان رو خلاص‌تر از دیروز داریم، مال اینه که از دیروز ناراضی هستیم، از امروز هم ناراضی هستیم. از این میکروفون وقتی خاموش بود من ناراضی بودم، انتقاد کردم، روشن کردم، حل شد. همیشه انتقاد یعنی نارضایتی از وضع گذشته یا موجود، و به شرطی این انتقاد به درد می‌خوره برای وضع موجود، چون راه حل نیست. اگر بود داده بودن نارضایتی. فکر کنیم و راحل جدیدی بدیم که این انتقادات عقده نشه. آدم انتقادی هی بگه ناراضی باشه، هی ناراضی باشه، میگن عقده ایه، میگن به هیچ صراطی مستقیم نمیشه. مشروط بر این انتقاد خوبه که برای هر انتقاد به دنبال تفکر خلاق، یعنی پاسخی باشیم که تا حالا وجود نداشت. و مشاورات کارشون اینه، ما مسئله تعریف شده نداریم. یهو یه آدم میاد پیش ما، دلشو باز میکنه، یه چیزایی میگه تا حالا نشنیده. خودش از خودش انتقاد کرده، ناراضی از خودش، اومده میگه منو نجات بدین از دست این بدبخت. و اون موقع شما نه تنها دستور نمیدین، قدرت دستور نداریم و اون چیزایی که قبلا گفتیم، بایستی خلاقانه فکر کنید و یه راه حل بدید. خودش میدونه، انتخاب میکنه بکنه، نمیتونه نکنه. بهترین مشاور اونه که بهترین راه حل ها رو ابداع میکنه. یه مشاور ویژگیش اینه، خودش باید در وجود خودش صادق باشه، در وجود خودش ابتکار داشته باشه، حسن شهرت داشته باشه، بتونه اعتماد رو جلب کنه. اینا چیزای ابتدایی مشاوره هستن. مشاوری که دروغگو، مشاوری که من چند روز پیش یکی از دوستان برای روانشناسی بالینی شرکت کرد، گفت چرا مصاحبه میگیرن؟ گفتم میخوام ببینم اون صورت از اینجا تا اینجا جای چاقونی است. مصاحبه مشاوره بالینی 50% برای گزینش چهره است، گزینش کلامه. یه مشاور لکنت زبان داشته باشه چجوری ارتباط برقرار کنه؟ یه ساعت طرف اذیت. یه مشاوری که چهرش اینقدر خشنه هیچ کس جرئت نداره باهاش صحبت کنه، مشاور نشه خوبه. و یه مشاوری که چاقو از اینجا تا اینجا خورده، اون آدمه میاد میگه این خودش میخواد یه کلا سرم بذاره. هرچند با شخصیت هم ممکنه شیشه‌مون رو بریده باشه، ولی این چهره برای مشاور خوب نیست، چون مشاورین همیشه آشنایانشون نمیان مشاوره. آشنایان به این چهره کاری ندارن. بنابراین یکی دیگه از راهبردها اینه که ما بتونیم تفکر انتقادی و تفکر خلاق رو هم بپذیریم هم آموزش بدیم. و دهمین که هشت و نهمین و دهمین مهارت ها هستند، میشه مهارت ارتباط مؤثر و رابطه بین فردی. هیچ مشاوره‌ای بدون برقراری ارتباط با دیگری رخ نمیده. وقتی فرد صحبت میکنه شما بهش نگاه نکنید، وقتی حرف میزنه تو حرفش بپرید، وقتی حرف میزنه رفتارشو با شخصیتش قاطی کنید. مثلا دزدی کرده بگیم تو دزدی، بگیم آقا این رفتار دزدی رو در نظر بگیر. من شخصی هستم با 36 سال عمر، محبت توش بوده، دوستی توش بوده، همکاری توش بوده، انسانیت توش بوده، اشتباهاتی هم توش بوده. اشتباه های منو از من جدا کنید، اشتباه منو اصلاح کنید، نه وجود منو. وجود منو شما نمیتونید تغییر بدید. افراد رو روی رفتارشون مشاوره بدید، نه روی شخصیتشون.
و اینجاست که دیگران جرأت میکنن بیان پیش شما. مادری که بچهش آبو میریزه میگه برو بمیر، مردم از دستت، میخوام چهره تو دیگه نمیدم. این بچه میگه مگه من چقدر ارزش دارم؟ به اندازه یک پاچه آبی که ریخته من ارزش دارم، چون ریخت یعنی من بایستی ببینم. خب این بیرونی خوبه، من آبم میریزم میگه بیا بغلم بوست کن، این از بابام بهتر. ولی وقتی به بچه گفتی من مردم از دست آب ریختنت، اگه آب نریزی منم آرامش دارم، میدونه شما از چی اعتراض دارید، از آب ریختنش دارین میمیرین دیگه، آب نمیریزه که شما میمیرین. ببینید چقدر ساده است. یه بچه توی کوچه، من همون چند روز پیش با یه بچه شوخی میکردم، دوتا علنگو دستش بود، منم یه پلاستیک شکلات یکی بهش دادم، گفتم من پلاستیک همش بیدتم دوتا علنگو رو میدی؟ گفت آره. چرا میده؟ چون نمیدونه این دوتا علنگو چقدر میارزن. ولی وقتی دخترها و پسرها بزرگ میشن، شما یه وانت بار شکلات هم بهشون بدین، گردن بندشون رو نمیدین، مگه این که حساب کتاب بکنن گردن بنده از وانت باره بیشتر بیارزن کمتر بیارزن، چون ارزش خودشون رو دانستن. دارم به خودآگاهی برمیگردم. وقتی بچه ها ارزش خودشون رو دانستن، با چیزی که از خودشون کمتر بیارزه خودشون رو عوض نمی کنن. بچه هاتون رو بوس نکنید، دانش آموزاتون، بچه هاتون، هر کی میخواید، طرف مخاطبتون، اون طرف ارتباط موثر، هر کی هست، بوسش نکنید، گرمش نکنید، نازش نکنید، بغلش نکنید، دوستش ندارید، کسای دیگه بوسش میکنن، بغلش میکنن، نازش میکنن، دوستش میدارن. ولی ما پدر مادرها عاقل نیستیم، عاشقیم. بچه هامون رو دوست داریم، نه به خاطر حساب کتاب مادی. کی کدومتون جرأت دارین میگین من وقتی غذا به بچه میدم میگم بخور بخور تا دکتر بشی بعدن بریم پس بدیم، بخور این لباس رو میکنم تن کارمند بشی منو بعدن کول کنی؟ ما نمیدیم. غذا بهشون میدیم مطبوع بهشون میدن، عذر میخوام این کلمات رو که میگم، ولی میخوام بدونید حقیقت داره. شیر بهشون میدیم یه چیز دیگه بهمون میدن، نازشون میکنیم گریه میکنن. اصلاحات شبانگاهی و روزگاهی و همه وقت ما رو میگیرن، مریض میشن، مریضی خودمون رو فراموش میکنیم. چی بهمون میدن این همه ما رو بدبخت کردن؟ هیچی. ما عاشقشون هستیم، حساب کتاب نمیخواد، چون آدم آدم بود حساب کتاب نمیخواد. دوستش داریم، دلیلم نمیخواد. چرا دوستش داریم؟ کرده میگن که ما شایدیم دوستی بی دلیل بود، ولی دشمنی بی دلیل بود. هم چی؟ ما بی دلیل دوست میشیم، ولی دشمنی رو بی دلیل نمیشیم. اما این آدمایی که بیرون بچه های ما رو اگه بوسشون نکنیم بوس میکنن، گرمشون نکنیم گرمشون میکنن، اونا پدر مادر نیستن، عاقلن، حساب کتاب دارن، میخوان، میدونن چرا این کارو میکنن، میدونن بچه شما این کمبودها رو داره، اونا جبران کنن میشه یه معامله دیگه رو باهاش کنن. یه شعر دیگه میگم از تنوع خارج بشین از این حالت. حالا میترسم کردی رو نفهمین، ولی باز هم میگم اجا پیراویویه که بفیال و تی بدن که جهل تنجیه ها عشنامه و با موسی و نامه بی با ولانی بین صد قوم لبسیه جوان رویوی پیه کنی و تی ای اجنبی مستقت بیمونیه چقالت بیلونیه کری زور و کاری کم من خود عبیتیه بگم تو گوشت کم ندهی به من گوشت من دهی به دشمن. آخرشو میگم یه روبای پیره میگه، روبای جوان میگه یه تازی هست دوستمه، این نامه رو ببر بهش بده، برگشتی صد تا کپ بهت میدم. این هم میگه میدونم چی کلا کاسه زیر نیم کاسه ده کری زور و کاری کم من خود عبیتیه بگم کرایه زیاد مزد زیاد برای عمل کوچیک. من بایستی هوشیار باشم، تو گوشت کو ندهی به من، گوشت من دهی به دشمن. تو نمیخوای گوشت کبک به من بدی، میخوای گوشت من رو به تازی بدی. ولی اون کسی که بیرون ما رو بوس میکنه، ناز میکنه، حساب کتاب کرده، این بوس علکی نمیکنه، این ناز علکی نمیکنه، میخواد یه حمال برای بال تریاکش، یه فاحشه برای کابارش و یک بدبخت برای انتقال ایدز به جامعه پیدا. و تنها راه جلوگیری از اون اینه که بچه همون بدونن ما چقدر دوستشون داریم، با این کاله این بوس و با اون بوس عوض نکنن. من عذر میخوام از ادبیات کردی استفاده میکنم، به این یکی ادبیات بیشتر دسترسی داشتم. جه هزار شقادلی دایک به تاقمه چه شقادلی دجمن ایشی در نچه، هزار سیلی مادر با یک بوس، سیلی دشمنه که دردش تمومه. وقتی ما اینقدر جایگاه داریم به عنوان والد، به عنوان معلم پیش بچه همون، چرا بوس نکنیم؟ چرا سیله بزنیم؟ و بنابراین در مهارت‌های زندگی ارتباط مؤثر و روابط بین فردی که مشاوره توی اون انجام میشه خیلی مهمه.
الان سه محور دیگر رو خلاصه من دیگه تموم میکنم و بحث رو انشاءالله به خاتمه میرسونم. اختلال غیر از علت، نگاه کنید الان همه شما سالم هستید ولی من میتونم همه تون رو به اختلال مبتلا کنم. مثلا یکی از دوستای جوان بودیم، ایشون رو من میخوام دچار اختلال زبان بکنم. بیشه کری کری قل کل و قل قل کر کری گیرد، بیشه قینا قباحت بیرد کری کری قل قل کل و قل قل کر کری گیرد کری قلی قل قل و قل کری گیرد قل قل گیرد اختلال، حالا کلا قل قل تو چی کلا قل قل کی تو بیشه کلا قل قل تو چی قل 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 ایشون عقب مانده ذهنی یا ایشون نیستن، غالبا مردم اختلال رو با عقب ماندگی ذهنی یکی میدونن. این گرفتاری ما مشاور است، گرفتاری روانشناس است. هر کسی میتونه اختلال داشته باشه. الان من نسبت به اون تخصصی اختلال دید دارم چون نمیتونم بخونمش، خیلی دوره، هر چی هم زور میزنم نمیشه. همین چیزی رو که دوستای من سخت میگن اگه مثل من تمرین کنن راحت. الان اونا اختلال گفتن دارن، گوششون سالمه، گویاییشون هم سالمه، عقلشون هم کامله، ولی نمیتونن بگن چون اختلال دارن. خوشبختانه اختلالات قابل رفعه، این مهمه. عقب ماندگی ذهنی درمان نمیشه ولی اختلال درمان میشه، این جای خوشبختیه. پیام بسیار انسانی برای آدم ها، وقتی کسی اختلال داره نگران نباشه، درمان میشه. تمرین کنن این دوتا دوست در مست من همون جمله رو میگن، من همون تابلو رو بهم نزدیک کنن اختلال دیدم برطرف میشه، یه عینک بهم بدن برطرف میشه، خطشو درست کنن برطرف میشه، دوربینم بهم بدن برطرف میشه، اصلا نمیبینم، یکی واسطه بلند اونجا بخونه من اختلال دیدم برطرف میشه. ببین چقدر راحت است برای این اختلال دید من. خیلی از بچه های ما توی مدارس اختلال یادگیریشون به خاطر اختلال حواسشون. البته در تعریف اختلال یادگیری چون بحث تخصصی من بگم، اختلال یادگیری اختلالی است که علت آن مشخص نیست، نمیدونیم چیه. اگه کسی اختلال یادگیری داشت چون پدر مادرش دعوا میکنن، خب علت دعوای پدر مادرشه، این اختلال نداره. چون عقب مانده ذهنی، خب عقب مانده ذهنیه، اختلال نداره. چون معلمش بد بهش درس داده، خب معلمش مقصره، این اختلال نداره. چون کتابشو گم کرده، خب کتابش گم شده، این اختلال نداره. چون گوشش سنگینه، گوشش سنگینه، این اختلال یادگیری نداره. اختلال یادگیری وقتی که علتشو نمیدونیم، خب بذار ندونیم، غیر از اینه که ما میتونیم درمانش کنیم، این مهمه. ما خیلی موقع سرمون درد میکنه نمیدونیم چرا، ولی مهم اینه که استامینوفن میخونیم دیگه درد تسکین پیدا میکنه. شیوه اختلال یادگیری رو دکتر تبریزی در 10 تا سی دی داده به مدارس، اگر خودتون نگاه کنین ممنون میشین. من به اختلال رفتار و اختلال هیجان میگم. اختلال هیجان رو یه مختصر گفتم خدمتتون. اگر نتونیم ایکیو یا هوش هیجانی رو که در 10 مهارت به اون پرداختم مدیریت کنیم، یعنی هیجان خانی. اصلا هوش هیجانی یعنی چی؟ یعنی بدونیم طرف عصبانیه، طوری رفتار کنیم که به ما آسیب نرسونه، به خودش آسیب نرسونه. از کجا میدونیم عصبانی؟ ممکنه قسم بخوره بگه عصبانی نیستم، از چهرش بفهم. اگه فرد عاشق مونه، علائم عشق رو بتونیم تشخیص بدیم، نکنه این عشق دروغینه، عشقی که از بیر رنگی بود عاقبت ننگی بود. اینا رو میشه آموزش داد، عشق واقعی، عشقی که شهوت توشه، صمیمیت توشه، تعهد توشه. اگه فردی کسی رو دوست داشت صمیمی نبود باش، فقط شهوت و تعهد داشت بهش، این عاشق واقعیش نیست. و موارد دیگه که شما به مثلث اشترنبرگ اگه در عشق نگاه کنید میبینید علائم عشق چیه. قبل آموزش مثلا تعهد، مگه نمیشه آدم تعهد رو بفهمه چیه؟ تعهد یعنی وقتی که بهت قول میدم سر وقت بیام، مسئولیتی رو از طرف تو قبول میکنم، بهش وفا کنم. اگه طرفی که عاشق دیگری اینو انجام داد، یعنی بهش تعهد داره. صمیمیت یعنی چی؟ یعنی دوستدار دوستات باشه. تو که با دوستان من دشمنی نپندارمت که دوستدار من. من ایشون دوست دارم، ایشون میگه دوست دارم ولی میزنه تو کله. خب اگه دوست منی بایستی کله این رو هم دوست داشته باشی، این یعنی صمیمیت و غیر. اینا قابل آموزش هم. بنابراین وقتی که ما هیجاناتش به افراد آموزش دادیم و شناخت استرس، منابع استرس، شیوه های مقابله با استرس، ما شیوه های مقابله رو سه شیوه داریم، مسلمان ها غیر متدین ها سه شیوه دارن، غیر متدین ها دو شیوه دارن. هیجان مدار، مسئله مدار، چیزی که باعث استرس شده. اگه این آب داره منو اذیت میکنه، اینو بردارم دیگه من اذیت نمیشم، این میگن علت مسئله رو حذف کردن.
دیگه استرس از بین میره. گاهی نمیشه علت رو برطرف کنی. مثلا من بابا مرده چجوری میشه زندش کرد؟ کنار آمدن با هیجان و آموزش بدین، اون موقع باستم فرد راحت میشه. یارو دست شکست میگه خب خوبه دست شکست، اگه دوتا چشم در میومد میدونی چی میشه؟ جدی میگیم واقعا با بلای دیگه مقایسه میکنیم. راه برداشت زیاده نمیشه همشو من اینجا بگم، با سختتر از اون مقایسه میکنیم، با امیدی که به آینده خب حتما دو ماه دیگه دستت خوب میشه دیگه، تا دو ماه دیگه حتما میتونی ثابت کنی خوب بشی. کی دستش نشکست خوب نشد و غیره. گاهی نمیشه هیچ کدوم از اینا رو کرد. صدامو چیکارش کنی؟ خب ازش بدمون میاد اعدامش کنم، ولی هنوزم ازش بدمون میاد. هیچ کاری نمیشه کرد. مسئله رو هم علتش هم برداشتیم، باز هم هی دردش ما داریم بهش میپلیکیم. 182 هزار نفر آدم رو زیر خاک دفن کرده ایم. خب یه خوبی داره معاد، خوبیش اینه میگم متدینا، چون غیر متدینا به معاد اعتقاد داره، آدم ها رو اینجا اگه حفاظشون نگیدیم دیگه از دست در رفته موش. ولی خوبیش اینه میگیم خب یه دفعه اعدام به جای یه نفر، 181,999 بار دیگه هم تو قیامت انجام. بقیه سوال جوابایی که اینجا پاسخ نداده اونجا دیگه نمیخواد پاسخه، اعضاش پاسخ میده. دلخوشی مونید. هر کی ایمان داره به این قضیه دلخوشی نیست، اعتقاد داره و راحت میشه. هر کی هم ایمان نداره تو خوف و رجا است، واسه اینجوری میشه یا نمیشه خودش بدبخت، یه طرفی بشه از تعارض میاد بیرون. بنابراین اختلالات هیجان هم اگه میخوایم رفتار کنیم مثل تیک های عصبی، مثل ناخون جویدن، شب ادراری و غیره و غیره که اختلال هیجان هستن، یعنی عواطف فرد دچار یک نقصان شده در سه حالت. شما نگاه کنید ما تعارض رو در سه حالت داریم، همیشه این مد نظرتون باشه. تعارض وقتی که بین دو چیز خوب قرار میگیریم، با انتخاب یکی اون یکی رو از دست میدیم. مثلا میگن بنز رو میخوای یا مثلا الگانس رو میخوای یا کوپن، الگانس رو انتخاب میکنی اون رو از دست میدی، یا مثلا عروسی رو میای یا مهمانی رو، عروسی میری مهمونی رو از دست میدی، مهمونی میری عروسی رو از دست میدی. دوتاشون رو دوست داشته باشی اون وسط وای میسی به یک نروز گرفتار میشی، بهش میگن خوف و رجا، یا خودمون بهش میگیم تعارض، که اگه نتونی حلش کنی ناکام میشی، هیچ کدومشون رو به دست نمیاری. راحتیش اینه مثل یک ترازویه که وزنه هاش تراز وایسادن، یه طرف رو سنگین میکنه مشاوره اون تصمیم میگیره. اگه میخواین جهتدار مشاوره بدین، اونی که منطقی تره یکم امتیازاتشو بیشتر کنین، خود به خود این کفه میره پایین، اون یکی رو رها میکن. مثل پسری که بین دختر دایی و دختر خالش میخواد برای انتخاب همسر تصمیم بگیره، چون این عاقلانه میخواد زن بگیره، عاشقانه نیست، چون عاشق یه نفر عاشق میشه، هر کی دو نفر عاشق شد عشق رنگیه، نمیشه آدم دو تا عشق داشته باشه. برای اینه میگن دوست داشتن از عشق بالاتره. من میتونم همتون رو دوست داشته باشم ولی فقط عاشق همسرم هستم. عشق رو نمیشه تقسیم کرد. بنابراین این یک تعارضه. تعارض دیگه وقتی که بین دو چیز ناخوشایند قرار میگیریم، مثلا به مقصد نرسیم یا پلیس ما رو جریمه کنه. کدومشون؟ برف اومده پلیس میگه بری جریمت میکنم چون زنجیر نداری، نریم خب به دوستات که مهمونی اونجا هستن نمیرسی، اون بد این بد، بالاخره باید یکشون انتخاب کنی، نمیشه که همین بسه. و گاهی بین یه خوب و یه بد قرار میگیریم، برای به دست آوردن یه خوب باید یه بد رو تحمل کنی. مثلا برای اینکه دختر داییمونو یا پسر داییمونو ازدواج کنیم، بایستی پسر عموهامون دیگه از ما بدشون بیاد، دختر عمو دیگه با ما صحبت نمی‌کنه. چاره این نیست، بالاخره بایست تصمیم گیره. مشاور رو این موقع اون آدم نادان که خودش نمیتونه تصمیم گیره میاد سراغش، میگه آقا مشاوره به من کمک کن از این اختلال هیجان بیام بیرون، چون خواب و خوراک و معده و روده و همه چی به هم ریخته. شوخی نیست، ما از راه گوش میتونیم معده رو آروم کنیم، حرف میاره نمیتونم کمش کنم، هی زیاد میشه. آقا نهار امروز رو بهمون میدن خیلی خوشمزه و زیبا و قشنگ، میخوریم همه میگیم یه تشکری از این مجری و برنامه‌ریز و اینا داشته باشیم. یکی اونور میگه آقا ببینید اینجا یه فضله موش تو برنج، هممون رودمون به هم میریز و همه غذاهای خوشمزه‌ای که اینجا آروم گرفته بود آرومشون از بین میره. چرا؟ چون از این گوش یه چیزی فرو کردن این معده رو به جوش آورد. چون آدمی فربه شود از راه گوش، نه از حلق گوش.
میگن شوخی کردیم کشمشه، فورا دوباره اینا آروم میشه. به همین شکل اختلالات هیجان بر اثر یک دیدن، یک شنیدن، یک تفکر، هیجانات فرد درگیر میشه، اعضاش به درد میاد. شما افکارش رو کنترل کنید، احساساتش رو آروم کنید، روحش آرام میگیره. و آخرین اختلالات رفتار، من دیگه اینو باز نمی کنم، فقط گذران میرم. اگر فردی توی خونه حقوقش رعایت نشه و علائم سه علامت اصلی ADHD که همه خانواده ها، هر کی یه بچه داره فورا میاد به روانشناس میگه ببین عقل این بچه‌م چقدر، تو رو خدا تست روی هیچ کسی اجرا نکنی، عقب مانده است باشه، تیز هوش باشه، عادی باشه، ما بچه‌هامون رو بدون اینکه هوششون رو بدونیم دوست داریم، هوششون رو دانستیم بد میشه، چون اولا هوش ممکنه شما غلط اجرا کرده باشین، نمره زیاد داده باشین یا کم، یا نتونسته باشین ارتباط برقرار کنین، جرأت نکرده آزمون رو پاسخ بده. نمره هوش وقتی منطقی حداقل میانگین سه تا نمره هوش باشه، اینو بدونید. با یک نمره هرگز قضاوت نکنید. دوم، اگه من بدونم بچه‌م تیز هوشه دیگه توضیح نمیدم بهش، نمیگم بچه است، میگم بابا باهوش خودش میفهم. این یه بدبختی. اگه بگم خنگ کم هوشه بازم توضیح نمیگم، نمیگیره. خب اگه ندونم مثل بچه دو، مثل همه بچه دیگه هم دوستش داشته باشم بهتر نیست؟ ما دوستشون داریم بدون دلیل. این یه بخش دیگه. به کسی پاسخ نمیدیم ما مشاوره هوش بچه چقدر باهوشه. اصلا یه کیفی هم میکنیم بهمون میگن. من گاهی بهم میگن تو روانشناسی، به ما نگاه کنی میدونی. به خدا من به هر کی نگاه میکنم نمیدونم اون برای چشاش چی میگذاره. فقط از چشام میفهمم فرد محبت داره، یکم هیجان رو میتونم بخونم، ولی افکار رو نمیتونیم بخونیم. کدومتون میتونیم؟ این یه بخش، اینو داشته باشین. اگه حقوق کودک، بچه ها رو بدون قید و شرط بایستی دوست داشته باشیم، محبت بهشون بکنیم، لباس بهشون بدیم، خوراک بهشون بدیم، بغلشون کنیم. بچه حق اشتباه کردن داره، چون اون نمیدونه چی درسته چی غلطه. شما از یه بچه 4 سال میپرسیم بگیم پسر یا دختر، میگه پسرم، میگه دخترم، دقیقاً میگه. ولی بگین سرتو بتراشم چی میشه اگه دختر، میگه پسر میشه. پس نفهمیده، خیال میکنین فهمیده. خب کسی که نفهمیده باشه اشتباه هم داره دیگه، حق اشتباه کردن دارن بچه‌ها. شما مگه خودنمایی نمیکنین؟ بچه‌هاتون هم حق خودنمایی دارن. همین امشب مهمون من بیام خونتون، غذاتون رو عوض میکنین، ظرفاتون رو عوض میکنین، پرده ها رو عوض میکنین، عطر میزنین، خونتون یه جور دیگه میکنین. این بچه هیچی نداره تو این خونه خودشو باهاش نمایش بده، فقط تلویزیون رو داره میره جلوش، نمیذاره شما نگاه کنه، ابراز وجود میکنه، کنترل رو ازتون میگیره، میپره رو دوشتون. بچه ها حق صحبت دارن، حق احترام دارن، حق اشتباه کردن دارن، حق ابراز وجود و و و اینا. اون بوسایی هم که وقتی به بچه کردیم دیگه نمیذاره دیگران بوسش کنن. وقتی شما حقوق منو بهم دادین دوستتون دارم دیگه، از این خونه فرار نمی کنم، اینجا خونه امن منه. یکی از اختلالات رفتار بچه ها فرار از خونه است. چرا؟ چون این خونه جاییه که همه جا از اینجا شادتر، همه جا از اینجا حقوق من بیشتر توش رعایت میشه. فرار کرده از منزلی رو میارن میگن اینو درمان کن، باباشو درمان کنیم، مامانشو درمان کنیم. این بیچاره فنریه که از دست فشار در رفته. اگه حقوقش رعایت نشد، و وقتی هم میگن ADHD، این سه علامت رو داشته باشین. فردی ADHD داره، یک، بی توجه باشه، واقعا اختلال توجه داشته باشه. دو، رفتاراش بدون فکر باشه. مثلا میگی میری اون چیزو برام بیاری، هنوز نگفتی اون چیه، این رفته. اصلا به دست و دهانش حتی ممکنه قاشقش رو یه جای دیگه ببره. اینا مثال کوچیکن. شما DSM-4 رو نگاه کنید، با این کلمات من نرین دنبال ADHD. و آخریش، فعالیت واقعا بیش از اندازه داشته باشه. بچه های امروز فعالیت بیش از اندازه ندارن. آپارتمان، کی بچه ای که تو آپارتمان فرار میکنه فعالیت بیش از اندازه؟ کودکی خودتون یادتون بیارین، ما صبح بیدار میشدیم تا غروب میپریدیم. بابا نبود پریدن منو ببینه، مامان نبود داد کشیدن منو ببینه، فکر میکرد وقتی برمیگردم خانه آدمم. الان چون اون تو خونه است، تو هم تو خونه، فکر میکنه زیاد میپری، زیاد هم داد میکشی. این فعالیت اضافه نیست. بچه ها بایست این کار انجام بدن، چون قبلا نمیدیدیم فکر میکردیم نمیکردن. قبلا ما روی چوب سوار میشدیم تا غروب میدویدیم. اینا بنده های خدا یه توپ و یه شوت میکنن تو خونه همسایه پایین معترض میشه، ما خیال میکنیم زیاد فعالیت کردیم. پس مواظب باشین. از سه علامت حداقل دو تا رو دیدید به DSM-4 برید، اگه بقیه رو دیدید بگید ADHD داره. بچه که ADHD داره درمان میشه،
اختلال رفتاره. اگه درمان نشه میشه conduct disorder، اختلال سلوک مخصوص بچه های راهنمایی. ADHD رو از کودکی تا از کلاس اول تا کلاس پنجم فرصت درمان داریم. اگه تا اون موقع درمان نشه درمانش خیلی سخت میشه. ADHD رو اگه درمان نکردی میشه conduct disorder. کسایی هستن که عمدن آتش افروزی میکنن، سرقت مسلحانه میکنن، تخریب اموال میکنن، ماشین مردم رو خط میزنن، دزدی میکنن، دروغ میگن، کلک میزنن، به خودشون به دیگران آسیب میرسونن. اینا بهشون میگن ADHD. چی از میخوام؟ conduct disorder. سن راهنمایی مال این بچه هست که به ذهنکاری ها نمود اصلی رفتار این. مواظب باشید گاهی بزهکاری های این افراد بازی، بزهکاری نیست. مثلا دوست دارن رو سر معلمشون یه چیزی خراب کنن، یه نفر تو گروهشون که رئیس دستور میده این بنده خدا از جرأت ندارن بگن نمی کنیم. ADHD conduct disorder نیستن. گروه همسال این بلا رو سرشون آورد و بعد از این مرحله به مرحله بزرگسالی که پا میذاریم از 18 سال به بعد، اگه یک conduct disorder درمان نشده باشه میشه یک شخصیت ضد اجتماعی، دزد و قاتل و تریاکی و معتاد و نمیدونن تریاکی نگم، تریاکی اشتباهه، اونایی که خرید و فروش عمد مواد میکنن، اینا از این گروه هن که در کودکی بایستی تشخیص داده میشدن، درمان میشدن. وقتی میارن پیش ما که یک درخت تمام سنگ تراش های دنیا از سنگ فا نمیتونن مرمر درست کنن. متاسفانه این آخرین بحث منه، اگه یه بحث دیگه پیش نیاد. متاسفانه بدونید ما مشاوره وقتی افراد میارن پیشمون که کرم خورده هست، کرمشون هم تو وجود خودشون نیست، تو جامعه هست. ما اونها رو درمان میکنیم، علت اینا معلولن، علت جامعه است. من سردرد داشته باشم هر کدوم تنم دست میخونید تو جیبتون یه استامینفون به من بدین، ولی اگه یکم خنگ باشم همه تون سر به سرم میذارید. اینه دیگه، این بیچاره رو بیشتر سر به سرش میذارید. اگه بفهمیم یه نفر اسکیزوفرنه برای خندیدن دورش جمع میشیم، ولی بفهمیم پاشه کسته زیر بغلشو بگیره. آخه آدم روحش ارزشمنده یا جسمش؟ خب این مریضی روحی داره، بیشتر بهش کمک کنیم. چرا بیشتر سر به سرش میذاری؟ و وقتی اینجوری میشه میبینیم فردی که مریض روانی ضرب خورده است نمیتونه دیگه زیر این استرس تحمل داشته باشه، ضربش پر شده به شکل اسکیزوفرنی، به شکل اختلال رفتار، اختلال هیجان، فرار از منزل، داره ازش میریزه، خودشو میگیره، میگن خودشو درست کنیم. علتش تو جامعه است، جامعه رو اصلاح کنیم. و اینجا دومین و آخرین و مهمترین فرق مشاوره رو من با روان پزشکا میگم. روان پزشکا این آدم های مریض رو با دارو با هر شیوهی از درمان میکنن، میفرستنش همون جایی که مریضش کرده. این زخم خورده راحت تر مریض میشه، دوباره ما مریضش میکنیم. ببین همین بیماری روانی دیگه درمانش خیلی سخته. مشاوره پیشگیری میکنه، نمیذارم اینجوری بشن. یه جلسه بحث رو شما داشته باشید توی یک مدرسه ممکنه 100 تا آدم رو از اسکیزوفرنی نجات بدید. کار ما پیشگیریه و پیشگیری مهمتر، ارزونتر، آسونتر از درمان. یه بحث دیگر میگم و تموم میکنم. الان دیگه من نه با مشاور صحبت میکنم نه با کارشناس، با یک گروهی دوست که دوست شدیم. ببینید هر کدوم از ما یه بچه‌ای داریم و اگه دوست نداشته باشیم مردم از خودمون بهتر باشن، دوست داریم بچه‌مون از خودمون بهتر باشه. این بچه من یه عروس می‌خواد، اگه پسره، اگه دختر یک داماد می‌خواد، دامادش بچه خودم نیست، عروس بچه خودم نیست، نمی‌دونم مال کدومتونه. حتما مال یکی از شما هست، مال شما نه، مال اون راننده تاکسی بیرون، مال آمریکایی است، مال کانادایی است، مال یه جای دیگه است. بالاخره شما می‌دونستین منو می‌بینید امروز، دیدین وقتتونم گرفتم. خدا میدونه بچه‌تون با کدوم یک از بچه‌های هم بغل دستیاتون، هم سر، هم خوابگاهی، هم سفر، هم بیمارستانی. یه چیزی بالاخره میشن، آدم به آدم میرسه. اگه میخواید این بچه‌تون از خودتون بهتر زندگی کنه، خدا کنه همسایه‌های بچه‌تون از همسایه‌های خودتون بهتر باشه. داماد و عروس بچه‌تون از همسر خودتون بهتر باشه. راهی نداره جز این که آرزو کنیم بچه من از بچه شما درست‌تر باشه، چون ممکنه دخترم عروستون بشه. اگه مال من بد باشه شما را از خونه پسرتون بیرون میکنه، بدونید.
و ما برای اینکه بچه هامون خوب زندگی کنن غذا میبریم خونه بهشون میدیم بخورن، تربیت هم از گوش از چشم. و زیر سقف امشب ما در خونمون برای اینکه غذا اشتباها این قند زرد و به جای این قند سفید تو دهنش نذاره لامپی روشن میکنیم، لامپ روشن کردیم غذا بخوریم. ولی ویژگی لامپ این روشنیش کاری به آشنا و ناآشنا نداره. این لامپ برای من که دوستش دارم، برای ایشون که دوستش داره، یا برای برادرم که از لام بدش میاد مثل هم نور داره. ما اینجا غذا میخوریم، آبری که تو کوچه از این پنجره جلوی پاش روشن شده. اگه هر کدوممون تو خونه خودمون لامپی برای روی سفرمون روشن کنیم، کوچه هایی که مشرف به خونه ما هستن روشن میشن. خوش به حال اون کوچه ای که پنجره های زیادی روشن، چون اگه برف معاورشم قد بشه کوچهش روشن. و شب وقتی مردم کوچه میخوابن، کوچه هم تاریک میشه. بدبخت به کوچه هایی که همسایه هاش زود میخوابن، چون زود تاریک میشه. ما مشاوران، ما معلما، انسان های اخلاقی، انسان هایی که برای جامعه زحمت میکشن روح هستن و بقیه جامعه جسم. روح وزن نداره، انسان اخلاقی خیلی کمه، ولی اینقدر ارزش دارن تمام جسم رو به جوش میاره. در تاریکی امشب به کوها نگاه کنید، فقط روستاهایی رو میبینید که یک چراغ روشن اونجاست. به شهرهای پیشرفته، به جامعه‌های متمدن، به روستاهای عالی نگاه کنید، حتما لامپ‌های روشنی اونجا هست. مدرسه‌های ما هم به شرطی روشن میشه مشاوره‌های مثل لامپ اونجا روشن باشه. در تاریکی شب هم مدرسه‌شون دیده میشه. و اگر من سوخته، من معلم سوخته، لامپ سوخته‌ای باشم که روشنی ندارم، فقط شما یه لطفی بکنید، بچه هاتون رو تو خونتون مثل لامپ روشن کرده باشین، خوبشون رو بهشون داده باشین، بوسشون کرده باشین، نازشون کرده باشین، اشتباه رو ازشون قبول کرده باشین، همدلی، خودآگاهی، ارتباط مؤثر، حل مسئله، تفکر خلاق، تفکر انتقادی، اینها رو بهشون آموزش داده باشین، همشون لامپ روشنن. بیان تو کلاس من 30 تا لامپ روشن بیاد، کلاس من از پروژکتورهای عالم روشن‌تر میشه. آخرین جمله است دیگه، مسئولیت رو نذارید محتوی دیگران. آقا لامپ خونتون رو عوض کنید اگه سوخت. لامپ های فلورسنت سوخته الان تعمیر میشه. تا شهر ما کرمانشاه از دور نورانی باشه. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. به اندازه 4 جلسه صحبت کردم، یعنی فکر نمی کنم تا حالا جلسه جای دیگه اینقدر صحبت نکردم. فکر نمی کنم شما هم تا حالا سخنرانی اینجور دیده باشید اینقدر حرف بزنید. به اندازه 3 جلسه دیگه من صحبت کردم و نمیگم نمیام، من اصلا برای جلسات اینجوری کلم میخوام.